خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. کابینه رئیس جمهور قلابی اسامیش برای مجلس قلابی، یعنی همون طبیله که مرتب دیم، فرستاده شده و قراری که طبیله مجلس به طبیله هیئت دولت بی بکنه و رأی بده. خب معلومه در انتخاباتی که تعداد آرای مختوش به قول اونا بیشتر از همه مجموع آرای رئیس جمهور منتصبه و مجلسی که کلن یومش قاتل و دزد و جانی و محصول دست شورای نگهبان که زیر نظر رهبر چاقوکشان جهانه، چه خواهد بود دیگه؟ انتظار فوق‌العاده مردم ایران نه از اون طبیله مجلس و نه از این طبیله هیئت دولت و نه از اون رهبر معذب انقلاب. لیست اسامی وزرا نشانه وحشتناکی است. همینان وزیر اطلاعات آقای رئیسی، ملای عقب افتاده متحجر احمقی است به اسم حجت الاسلام خطیب. این حجت الاسلام خطیب دست پرورده رجال دست دوم جمهوری اسلامی و استادانش، یکی علی خامنه‌ای بوده، یکی اون مردک مصباح یزدی بوده و همین آدمایی که در جمهوری اسلامی به مردم فتوا میدن که مخالفین رو بکشن. این مردک خطیب اعتقاد داره که هر جنبش و حرکتی، چه به خاطر نان، چه به خاطر آب، چه به خاطر دزدی آب، به هر بهانه مردم بریزن به خیابونها، اینا تحریکات عوامل خارجی و دولت‌های اسرائیل و انگلیس و آمریکا و نمیدونم حوزه خلیج فارس پول میپردازن برای اینکه مردم رو ناراضی جلوه بدن. انگار تمام دنیا بسیج شدن برای اینکه جمهوری اسلامی رو به زانو درآورن. این مردک این اعتقاد داره. وزیر کشور مردک رئیسی سردار وحیده. این سردار اولین قرار شد وزیر کشور بود. اولین اعتراض یه دولت خارجی رو برانگیخت، یعنی دولت آرژانتین. چون اگر خاطرتون باشه چند سال قبل در آرژانتین یک کنیسه یهودیان که تقریبا مرکزیت داشت منفجر شد، صد و چندین نفر زخمی و حدود 90 یا 100 نفر هم کشته شد. این جریان تشکیل پرونده و رسیدگی و به این که این کار چه کسانی بوده بالاخره ثابت کرد که در زمان این مردک وحیدی عوامل سپاه قدس که این اون موقع رهبرش بود در انفجار
مرکز یهودیان آرژانتین دست داشتن. بنابراین یه پرونده بسیار پربرگ تشکیل شده و یکی از عوامل درجیه که این پرونده همین شخص جنایتکاری است که وزیر کشور ایران شد. آقای رستم قاسمی، آقای میرکاظمی، تمام جنایتکاران و دزدانی که در حکومت بسیار ریاست جمهوری احمدی نژاد در کابینه احمدی نژاد بودن، یعنی دزدتریناش و قاتلتریناش رو آوردن تو این کابینه. یعنی کابینه‌ای که شما اگر به سوابق اعضاش از جمله رهبر رسیدگی کنید، خونین ترین پرونده جنایی دنیاست. من فکر نمی کنم در دنیا یک حکومتی این چنین پر از جنایتکاران در یک به اصطلاح مجموعه جمع شده باشه. عده‌ای معتقدن که جمهوری اسلامی با گماردن این مردک رئیسی و این وزرا و این طویله مجلس و کلن این چینشی که انجام داده، اینه که دندانهای تیزشو به جهانیان نشون بده، مثل که دالا دندانهای کندش بود. و قصدش اینه که به دنیا هشدار بده که اگر با مسالمت و اونطوری که ما مایلیم با کنار نیاییم، ما تمام منطقه رو میرزیم به هم. این حرفا رو جمهوری اسلامی اگه چند سال قبل میزد، شاید خیلی از کشورهای جهان این اراجیف رو باور داشته و تصورشون این بود که جمهوری اسلامی چنون قدرتی است که نمیشه به بازیش گرفت. جمهوری اسلامی دید به تنهایی نمیتونه اون نقشه هایی که داره در بسیج شیعیان منطقه و بعد دست درازی در مناطقی که حتی سنی نشین هستن، مثل غزه، مثل فلسطینی های متمرد، اینا رو بریزه به جون غرب. پس بهترین کار این بود که در هر گوشه خاورمیانه اینا با بیشترین پول، بیشترین اسلحه و بیشترین امکانات این دستجات تروریستی رو آماده کنن برای اینکه قدرتشون در خارج از مرزها به دنیا ثابت کنه. آمدن در جنوب لبنان، همه شما میدونی طرز ساخت پهباد و موشک و اینا رو به حزب الله یاد دادن، مقدار زیادی از اینا رو خودشون دادن به اینا، در غزه همینطور، در یمن همینطور، در سوریه و عراق هم همینطور، حالا دیگه طرف لیبی و اینجا هم دارن میرن. و تصورشون این بود که اگر یک زمانی اسرائیل یا هر دولتی که با جمهوری اسلامی در میفته بخواد جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه، اینا میتونن به وسیله این عوامل تروریستشون منطقه رو بریزن با هم. هفته پیش گزارش منتشر شد که عده‌ای از حزب اللهی‌های جنوب لبنان موشک آورده بودن در یه محلی مستقر کرده بودن
که پرتاب کنن به اسرائیل و اهالی محل تمامشون جمع شده بودن و جلوی این کار گرفتن و گفتن ما اجازه نمیدیم از این سرزمین ما، یعنی این قسمت ما، شما موشک پرت کنید تو اسرائیل، بعد فرار کنید برید جای دیگه، بعد هواپیماهای اسرائیل بیان ما رو بمباران کنن، ما اجازه نمیدیم. و نذاشت در بزرگترین کلاه رو روسا، اسرائیلیا و بشار اسد دارن میذارن سر جمهوری اسلامی. میلیاردها دلار در اونجا سرمایه گذاری کرد، چندین هزار نفر رو به کشتن داد. در برنامه های آینده که قرار بازسازی سوریه انجام بشه، جمهوری اسلامی جزء آخرین کشور هست. شما الان ترکیه اردوغان رو نگاه کنید، اون سیاست های احمقانه و فاشیستی است، ببینید چقدر تجاوز کرده. به کردستان تجاوز کرد، قصابی کرد حتی اونجا رو. مردم کرد و در ترکیه تا اونجا که میتوانست قتل عام کرد، جا به جا کرد و تا اونجا که میتوانست به قلمرو به کشورهای تجاوز کرد. ولی همین ترکیه در مورد منافع کشورش یک وجب عقب نمیشه. آیا جمهوری اسلامی هم همینطوره؟ جمهوری اسلامی حاضره برای بقا و دوام خودش تمام حقوق مردم ایران رو قطع کنه و به این کشورها و به این تروریست ها برسه. اصلا براش مهم نیست که این پولی که الان داره از ایران خارج میشه، این دزدی هایی که در سطح کشور این باندهای مافیایی دارن انجام میدن، اینا که جای مهر رو پیشونی هاشون هست، به قول یه اصفهانی گفت ما از بچگیمون عادت کردیم رو زمین نشستیم، ولی روی نشیمنگاه ما هیچ وقت سیاه نشده روش، برای که ما دایم رو زمین نشستیم دیگه. چطور این آدمایی که در روز فرض کنی نیم ساعت دلا میشن نماز میکنن، اینجاشون کبره میبنده؟ و یکی دیگه تعریف میکرد، میگفت شما انگشتانتون موقعی که زخمی میشه یه روز دو روز سه روز که میبندی، اگر واز نکنین این انگشتاتون رو میبینید، اگه واز بکنید میبینید سفید شده. اگه یه هفته اینو ببندی انگشتانتون طوری وضعیتش خراب میشه که تقریبا میرسه به جایی که باید قطع کرد. میگفت این آخوندا از 17-18 سالگی این عمامه رو میبندن دور کلشون، معلومه این محتویات که این تو همه میگنده، وگرنه اگر این مغزای گندیده و فاسد نبود ما کشورمون به این فاجعه گرفتار نمیشد. الان گزارشات بین‌المللی ثابت میکنه ایران تنها کشوری است در دنیا که روزانه بین 4-7,000 نفر در اثر کرونا میمیرن. بریم گزارشات رسمی رو ببینیم، نه اونا که جمهوری اسلامی میده. قبر نیست در شهرستان ها، در تهران، در بسیاری از نقاط ایران قبر حاضر وجود نداره که بتونن این مرده هایی که در اثر کرونا فوت کردن اونجا
خاک سپاری کنه. تخت بیمارستان نیست. داروی بیهوشی نیست. بسیاری از وسایل و داروهای درمانی که برای کرونا لازمه وجود نداره. وزیر بهداشت یا یکی از معاونینش گفته، ما گفتیم آقا این مملکت داره قتل عام میکنه کرونا، گفتن گرون ما نمیکنه. در چه کشوری گرونه داروهای ضد کرونا؟ در کشوری که دکلای نفتی رو میدوزن، کشتی های نفتیش رو میدوزن، آدم های مثل بابک زنجانی و هزاران، ولی من بخوام اسم ببرم باید بگم از خامنه ای دنبایی، همه دوزن. در یک همچی کشوری میگن ما برای درمان مردم پول دارو نداریم. خب این کشورهایی که گفتم قبلا از این هارت و پورت های جمهوری اسلامی میترسیدن، بعضی باور داشتن، حالا به این نتیجه رسیدن که آقا اینا در برابر یک بیماری مثل کرونا که حتی عقب افتادن کردی، این کشورهای آفریقایی هم الان شروع کردن واکسیناسیون عمومی، اینا قادر نیستن کاری بکنن. اینا قادر نیستن آب شهرها رو تأمین کنن. ناحیه‌ای مثل خوزستان که پر آب ترین استانهای ایران بود، در خشکسالی کامل و بی آبی کامل و قیام مردم رو دیدی، اینا هم گفتن سرکوب شد. این بدبخت ها نمیدونن یه دفعه سرکوب، دو دفعه سرکوب، سه دفعه سرکوب، ده بار سرکوب، هزار بار سرکوب، بالاخره چی؟ آیا مردم لال میشه میشینن؟ بی آبی رو تحمل میکنن؟ کاروبار نداشتن رو تحمل میکنن؟ بیکاری رو نمیدونم، فقر رو، اعتیاد و همه اینا رو تحمل میکنن و میشینن شما ادامه بدین؟ این فقط مغز گندیده یه آخونده که میتونه این تصور بکنه. حالا شما تصور بکنید دستگاه های اطلاعاتی غرب یه جایی اصلا اینا عکس العمل نشون نمیده. چرا؟ برای این که میدونن به قول خروشچف یه سیب وقتی که بگنده خود به خود میفته پایین، دیگه لزومی نداره شما با چوب بزنید. نه، جمهوری اسلامی یک حکومت گندیده است. امروز به فرداست، نتیجهش هم اینه که آقا کیو بیاریم؟ یکی از خونخوارترین آدما، دوستترین آدما، قاتلترین آدما، قصاب سال 67 رو میارم کنن رئیس جمهور. خب چه مجلسی درست کنیم؟ یه طبیله درست میکنن پر از شکنجهگران، فرمانداران سپاه و از اینا. خب رئیس این کی باشه؟ یه آدم قاتل دوست که در شهرداری بوده، کسی بوده که اومده قرآن رو مهر کرده داده به آقای کاظمینی بروجردی که تو از خونت بیا بیرون، تو اومده ریختن سرش گرفتن، گفته قرآن. قرآن چیه؟ تعجب کردی؟ اینا وزرای کابینه، نگاه کن. این آقای اسماعیلی یکی از قاتلین زندانهای ایران بوده، شده رئیس دفتر رئیسی. محمد مخبر بغلیش اینها، معاون اول رئیس جمهور، برید سوابق اینا رو بخونید ببینید اینا چه کسانی هستن، چون من نمیتونم توی برنامه کوتاه. آقای احمد وحیدی هم که گفتم وزیر کشور، گفتن این پاش از ایران بذاره بیرون دستگیرش میکنن. حالا رئیس جمهورشون که قصاب معروفه دیگه،
اینا اعضای کابینه. خب دنیا میگه ما بیان خرج کنیم حمله بکنیم به ایران، اینا هی بیان مثلا حزب الله رو بردارن موشک بیشتری بهشون بدن، بگن آقا پرتاب کنید رو اسرائیل، بعد این میلیون ها دلار خرج کنیم، یا کشورهای عربی خسارت ببینن، بالاخره خسارت میبینن دیگه. ما چرا این کارا رو بکنیم؟ کشوری که مردمش میان تو خیابون و فریاد میشن مرد بر دیکتاتور و بلافاصله میگن خامنه ای. حکومت که از درون بوی فاضلاب گرفته، یعنی همه آشغال، کثافت، دزد، قاتل، هی هم آدم ها رو دستگیر میکنه. کابینه هماهنگ نگاه یعنی سوابق اینا رو یک چکی وقتی میخونی، اون بالا دست راست نفر دوم آقای خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، آقای زرقامی که در صدا و سیما اون فعالیت های مشعشعانه رو داشت، آقای میرکاظمی، چهار تا از وزیرهای کابینه احمدی نژاد دزد در این کابینه هست، اونم که رئیس به اصطلاح قوه قضاییه اجریه، رئیس مجلسش هم که قالیباف، رئیس جمهور هم که شخص شخیص قصاب معروف آقای رئیسی، خود رهبرم که همه میشناسید، این آدم اگر روزی 10 نفر اعدام نشن خوابش نمیبره. یکی از دیگری خوشنامتر، اصلا آدم تعجب میکنه چطور این تونسته اینا رو گیر بیاره. نگاه یعنی حیرت آور، باور کنید. البته بعضی از عکس‌ها هم درست نذاشته، عزت الله زرقامی رو با یکی دیگه قاطی کرد. حالا در هر صورت قرار مجلس به این اعضای کابینه رای بده. بعضی از قاتلین هستن که اینا نیومدن از اول معرفی کنن، گذاشتن بعد به دست خودشون چند تا از این وزرار مجلس به اصطلاح همون دویله بررسی کنه سوابقشون رو، بعد اینا رو بذارن کنار، از اینا دوستر بیارن و بگن مجلس با این وزیر مخالفت کن. یعنی اعدای دموکراسی رو در آوردن. خوب بلدن اینا، فکر میکنن که همه دنیا متوجه نیستن. او میگه که مردم شریف ایران با انتخاباتی بسیار افتخارآمیز رئیس جمهور خودش انتخاب کرد، مجلس انقلابی، این طرف رهبر معذب میگه، رهبر شاکیشان اینجا، بعد هم خود چی مسخره کرده، اون بالا نشسته به جای مردم تصمیم میگیره و از طرف مردم هم حرف میزنه. میریم چند تا آگهی میبینیم هم میهنانی گرامی و باز میگردیم در قسمت دوم برنامه. من گفتگو میکنم با همکار و دوست بسیار قدیمی پرویز قاضی سعید. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن
844-688-9740. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ریدیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. آیا می دانید شما می توانید شبکه ما را از طریق اکثر دستگاه های ستاپ باکس از قبیل جی ال باکس، اندروید باکس، اپل تی وی، سامسونگ بلو ری، روکو و آمازون فایر تیوی تماشا کنید؟ جی ال ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. پس من میرم چای بیارم، تو هم سریال دیشبیه رو بذار. نذاشتی؟ پیداش نمی کنم. کجا داری دنبالش میگردی؟ اینا تو کل سریال ها. نه، من گذاشتم تو قسمت منتخب. کجا؟ ایناش قسمت منتخب. پنج چجوری رفته اونجا؟ تو هر برنامه این که دوست داری کنارش روی منو کلیک میکنی، بعد میزنی روی فیوریت، بعد اینا ذخیره میشه توی قسمت منتخب. خوب جیل ویزی شدی یا شیطون. مرسی از بابت چایی. حال که کاربر جیل تاک هستید، میدانید که جیل تاک کامل ترین اپلیکیشن در مقایسه با سایر اپلیکیشن های تلفنی موجود است، چرا که علاوه بر خصوصیات مشترک با سایر اپلیکیشن های تلفنی، از امکانات منحصر به فردی نیز برخوردار است، از جمله دریافت وایس میل در صورت عدم پاسخدهی و ارسال آن به ایمیل شما، دارای کیف پول الکترونیکی با امکان ذخیره و انتقال اعتبار به دیگران، امکان خرید یک یا چند شماره تلفن از کشورهای مختلف دنیا، گزینه تشکیل کنفرانس تلفنی، قابلیت ضبط مکالمات، امکان دریافت ریز صورت حساب از طریق وبسایت جی ال تاک. با جی ال تاک با بهترین نرخ مکالمات با هر شماره تلفنی، حتی شماره های دفاتر و منازل در سراسر دنیا تماس بگیرید. در ضمن، در صورت معرفی اپ به دیگران می توانید از اعتبار هدیه بهره مند شوید. جی ال تاک، راه ارتباطی شما با عزیزانتان. برای فروش تبلیغات در جی ال ویز، شارژ اشتراک جی ال ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جی ال تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گلداین همکاری کنید. این موقعیت فوق العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. خب همیاران گرامی، من هر بار که یکی از همکاران قدیمیم و از دوستان قدیمم به برنامه من میاد، یه احساس آرامش دارم، چون به علت تسلطی که پرویز قاضی سعید رو مسائل ایران و کلن مسائل منطقه‌ای داره و از اونجا که یک نویسنده بسیار قادر و خوش قلم هست، من خیالم راحتی که وقتی که باهاش سوالی رو مطرح میکنم بدون حاشیه و نمیدونم این ور اون ور کردن و بعضی جاها رو همونطور کلن کلیگویی کردن و اینا رو وجود نداره. یعنی پرویز تمام مسائل رو
عنوان میکنه و به سادگی هم عنوان میکنه، کما اینکه زمانی که در تلویزیون پارس بود یکی از پرطرفدارترین برنامه هایی بود که در تلویزیون پارس پخش شد. و من بسیار خوشحالم که پرویز قاضی‌سعید رابطه شو با شما مردم نه تنها قطع نکرده، بلکه همچنان تعداد بیشماری بالای 700-800 هزار نفر پرویز قاضی‌سعید رو از طریق فیسبوک و سایر چیزهای مجازی تعقیب میکنه. و گاه به گاه هم آقای پرویز خان اگه میلش بگیره پس از ارتباطات طولانی بالاخره ما تور رو پرت میکنیم و ایشون رو با تور سید میکنیم. آقای پرویز قاضی‌سعید، پرویز خان قاضی‌سعید، پرویز گرامی، به شما درود میفرستم و سوالم رو بعد از سلام علیک و اینایی که شما کردین اینجوری مطرح میکنن که این سرزمین بلازده ما تحت توجهات رهبر شاهوکشان جهان و تمام قصابایی که در رأس امور قرار دارن به کجا داره میره؟ درود بفرستم خدمت شما جناب آقای فرجی. تشکر میکنم از محبت هایی که در مورد من میکنید و مبالغه میفرمایید. من یک عضو ساده جامعه روزنامه نگاری ایران هستم طی سالیان دراز و شوربختانه مثل بسیاری از هموطنانم گرفتار غربت شدم و در اینجا همچنان کار سابقم و یعنی نوشتن، جستجو کردن، مطالعه کردن و ادامه میدم. وقتی برنامه شما رو میبینم حس میکنم که همه بدنتون یعنی اعضای بدن شما از شرایط ایران درد میکنه، درد میکنه. اما بلافاصله به یه فکر فرو میرم. اون فکر اینه که اگر من دائم درد رو احساس کنم اما برای معالجه درد اقدامی نکنم آیا این درد با فریاد زدن های من از میون برداشته میشه؟ درد میره؟ نه، ناچارم، ناگزیرم. اگر نمیتونم درد و حس نیت دارم، اگر نمیتونم تحمل کنم دردمو، باید به فکر چارجویی باشم، چارجویی. اما در مورد وطن به بند گرفتار آمده ما، وطن نفرین شده ما، این ریشه یابیایی که من کردم در مورد امروز وطنم با کمال عرض کنم فروتنی باید یک نکته رو بگم که ممکنه بسیاری رو خوشش نیاد. بسیاری از هموطنان من ممکنه از این کلامی که الان میگم ناراحت بشن، ولی واقعیت اینه چون ریشه یابی کردم، ریشه یابی میکنم، کارم اینه، از صبح تا شب نشستم و مطالعه میکنم. ببینید یک سال به وقتی که قراردادهای نفتی رو پادشاه فقید باید تکرار میکرد مونده بود، یک سال مونده بود. پادشاه فقید رسماً اعلام کرد که سال آینده من قراردادهای نفتی رو با قیمت موجود دیگه تمدید نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی پادشاه فقید روحش شاد یک سال به دشمن جلو جلو وقت داد تا توطئه‌هایی که لازمه علیه حکومت پادشاهی و علیه ایران بکنه و بگه چنان انتقامی از ایران شما میگیرم تو دیگه شما این گونه جلوی من سینه سپر نکنید و بگید قرارداد نفتی رو تمدید نمی کنم. یک سال جلوتر، یعنی یک سال وقت داد به حکومت عرض کنم که پر آشوب انگلستان و شرکاش در آمریکا و اروپا که برنامه چینی کنن که چگونه میتوان این سلطنت 2500 ساله رو از ایران برچید و رفت. و اونها میدونستن چی کار میکنن. مگه فراموش کردید که زمان دوران
پررنج قاجار رو چگونه برکنار کردن. یک موقع یک سردار شجاعی به نام رضا شاه از میان سپاه قزاق برخاست و بساط قاجاریه رو در هم چید و این بار دیدن که با سپاه نمیشه، آمدن از میان سپاه مزدوران، سپاه کسانی که بر فکر و مغز مردم ایران غلبه داشتن، اینو میدونستن. انگلیس ها بیشتر از همه میدونستن که ملت ایران تا چقدر تحت تأثیر آخوند قرار دارن، کما اینکه میدونستن که رضا شاه چرا آخوندو میزد کنار و با خرافات میجنگید، برای اینکه میخواست ملت رو آماده کنه، ملت رو مجبور کنه به اندیشیدن به دردهاشون، به جلو بردن مملکتشون. بنابراین یک سال وقت داد پادشاه فقید. پادشاه فقید اگر میخواست قرارداد نفتی رو تمدید نکنه باید وقت تعیین نمیکرد، باید نمیگفت، باید سر به زنگاه میگفت از امروز من قراردادهای نفتی سابق رو نمیتونم تمدید کنم، نه اینکه نمیکنم، نمیتونم تمدید کنم به دلیل شرایط مملکتم، به دلیل شرایط جهانی، به دلیل اینکه نفت یک ماده است که روز به روز کمتر میشه و دنیا روز به روز بیشتر طلب میکنه. اما جلو جلو اعلام کرد و فرصت داد، فرصت داد به توطئه‌گران انگلیسی و شرکای اروپایی و آمریکاییش که رژیم رو عوض کن. اما از گفتن درد عرض کردم، درد درمان نمیشه. من هی فریاد بزنم دستم درد میکنه، دستم درد میکنه، این درمان نمیکنه. باید چاره کنم که چه پزشکی میتوانه و قادره که این درد دست منو تشخیص بده از چیه، برم نزد اون و اون تشخیص بده که درد من چیه. اما ملت رو به همین دلیل گرفتار کردن، ملت رو به همین دلیل هر روز صبح و ظهر و شب و انواع و اقسام وسائل، روزنامه هاشون، رادیوشون، تلویزیونشون شستشوی مغزی میدن و بدتر از اون، اونها رو گرسنه نگر میدارن. شکم گرسنه اولین چیزی که فکر میکنه رفع گرسنگیه. کی به سیاست فکر میکنه؟ کی به تغییر فکر میکنه؟ دنبال اینه که یه لقمه نون به دست بیاره بخوره. ایران اونقدر فقیر نیست که مردم گرسنگی بکشن، اما میبینیم که مردم گرسنه‌ان، میبینیم که فریاد مردم از گرسنگی بالاست. این عمدیست، حکومت تعمد داره که مردم گرسنه باشن. آدم گرسنه جز به سیر کردن شکم خودش به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنه. خب حالا چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ آنچه که از دست من و شما و امثال ما برمیاد همین است که همین دردها رو فریاد می زنیم. هی می گوییم که اینطوره اونطوره، اما در داخل کشور مسئله دیگری است. پشت این حکومت اسلامی یک قدرتی مثل قدرت انگلستان ایستاده. علناً اعلام میکنن که وقتی از خامنه ای میپرسن که آقا وقتی که شما میدونید عراق دشمن بود، وقتی که میدونید بسیاری از کشورها دشمنن، از وقتی که شما میدونید که سوریه احتمال حمله نظامی داره، چرا این سران ارتش ایرانو که اون همه دوره دیده بودن و اون همه اطلاعات داشتن کشتن؟ این جواب چی میده؟ میگه تعهد داده بودیم. به کی تعهد داده بودن؟ آخوند به کی تعهد داده بود؟ به اون نیرویی که باش شرط کرده بود شما رو به قدرت میرسونیم و اینم تعهداتتون. ملت رو گرسنه نگه دارید، پول نفت بالا نبرید، چنین نکنید، چنان نکنید. این چنین است که ما تا زمانی که گرفتار بازگو کردن درد هستیم، فریاد زدن از درد هستیم، نمیتوانیم کاری انجام بدیم. شما ببینید 42 ساله در خارج از کشور، آیا شما یک اپوزیسیون منسجم دارای بودجه میبینید؟
من مدام میبینم، ببخشید این حرفو میزنم، حرف دلمه، نمیتونم خودم رو سانسور کنم، دائم میبینم مردم عکس ولیعهد رو میذارن. خب بله، عشقی که به پدر ایشون داشتن، عشق فراوانی که به پدر ایشون داشتن، ولی ایشون با میلیاردها ثروتی که داره آیا آمد یک سازمانی تشکیل کنه، یک بودجه اختصاص بده، یک افرادی رو دور خودش جمع کنه، نه مفخور که بیان حقوقو بگیرن برن، آدم هایی که بتوانن فکر بدن، آدم هایی که بتوانن این کار رو بکنن، یعنی این برنامه ریزی رو برای سرنگونی حکومت اسلامی انجام بدن. این هاست گرفتاری های ماست. در داخل مهلت فکر کردن نیست، در خارج کشور که مهلت فکر کردن هست، هیچ مرکزیتی وجود نداره. مرکزیت در درجه اول بودجه میخواد. اینو من درست دارم میگم و بدون رو درواسی باید میگم. بعد با آقای فرجی بگن آقا شما بیا در ماه اینجا تو این اتاق بنشین، کار کن، فکر کن، برنامه بده، نقشه بده، در ما هم انقدر حقوق بگیر. اما آیا هست چنین جایی؟ با وجود این که میدونیم ثروتهای فراوان در خارج از کشور در اختیار ایرانیان هست. ایناست مسائل ما. ما تا وقتی که عرض کردم دردمون رو فریاد بزنیم، هیچ به هیچ نقطه‌ای نخواهیم رسید. درد درمان لازم داره، درمان هزینه لازم داره. بنابراین من شما رو ستایش میکنم، نه اینکه فکر کنید انتقاد میکنم، ستایش میکنم، چون میدونم که بند وجودتون از شرایط ایران در حالت درد وحشتناک به سر برد. مثل خودم، مثل بسیاری از وطن پرستانی که تو خونه هاشون رنج میبرن و مثل من و شما یک بلنگویی برای فریاد زدن ندارن. اما با همه این حرفا خدمتتون باید عرض کنم که مادام که یک مرکزیتی در خارج از کشور به وجود نیاد، یک مرکزیتی با جمع آوری همه ثروتمندان خارج از کشور، یادتون باشه ما خارج از کشور کم ثروتمند ایرانی نداریم. بسیاریشون هم آدم های شریفی هستن، بسیاریشون هم آدم های با شرافت وطن پرستی هستن، اما مرکزیت ندارن، اعتماد نمی کنن. به کسی اعتماد نمی کنن که آیا این به واقع قصد نجات ایرانه یا قصدش جیببریه. این دردهای ما یکی و دوتا و ستا نیست. باید بنشینیم فکر کنیم، باید دور هم جمع شیم، باید تلاش کنیم ابتدا یک مرکزیتی به وجود بیاد. مرکزیتی که میگم نه اینکه از حالا جلو بگیم این رئیس جمهور بشه، اون پادشاه بشه، اون وزیر بشه، اون وکیل بشه، چنین مرکزیتی رو من نمیگم. اون مرکزیت رو باید مردم ایران درست کنن. ببخشید زیادی حرف زدم. خیلی سپاسگزارم نظراتو گفتی. منم با بسیاری از این نظرات موافقم در مورد اتحاد نیروها، ولی با قسمتش مخالفم. این طبیعی همیشه بین ما عروسک کوچی نیستیم که هممون با یک کوچ یه چیزی رو بگیم. خود این تنوع افکار، تکثر نمیدونم فکری و سازمانی و سیاسی، این به اصطلاح یه جهشی به وجود میاره در مردم ما که از حالا آزمایش بکنن که در آینده ایران افکار و نظرات مختلف وجود داره و ما باید بپذیریم در دموکراسی آینده ایران این تبادل افکار، نظرات، موافقت ها، مخالفت ها بدون خشونت باید ادامه پیدا کنه. در مورد پادشاه فقید ایران شما صحبت کردی پرویز جان، من کاملا سکوت کردم. من معتقدم که در تاریخ ایران ما 4 تا نخست وزیر داشتیم که اینا اعتقاد داشتن که حکومت باید در دست نخست وزیر و وزرا و نظارت مجلس باشه. یکی از اینا قوام سلطنه بود، یکی مصدق بود، یکی امینی بود و آخری شاپور بختیار که شما کاملا میشناسید. ببینید قدرت وقتی که در دست یک آدم غیر منتخب باشه،
حتی این آدم پیغمبر باشه، خدا باشه، مسلمه که وقتی که دولت‌هایی مثل انگلستان به قول شما یا دولت‌هایی مثل روسیه، آمریکا، هر کس ببینن با یه نفر طرفن، خب میزننش این آدمو، کمان که زدن. با زدن محمد رضا شاه مملکت ما ریخت به هم. محمد رضا شاه و رضا شاه افکار بسیار بلند و خوبی داشتن، ولی در ضمن اینو یادمون باشه پرویز جان که ما فرصتی مردممون پیدا نکردن تا بیان یه دموکراسی رو تمرین بکنن که از توش این جونورای آخون در نیاد. یعنی این همه زحمت نتیجهش این شد که آقای خمینی رو میگفتن هفت زبون بلده، اصلا کسی نمیدونست این کیه. چرا؟ برای اینکه مردم در مسائل سیاسی وارد نبودن، همه پی کار خودشون بودن، تفریح، گردش، این ور اون ور، زندگیشون هم خوب بود، ولی این کامل نبود، این لازم نبود، خیلی چیزهای دیگه لازم. بگذاریم، من خیلی دارم خود پرویز جان این بحثا رو اتفاقا جلو دوربین بکنیم، برای اینکه اینا روشن میکنه جوانای ما رو و اینا میبینن که عاقبت یک آدمی که میشینه در رأس حکومت، حالا چه خوب چه مثل حیواناتی مثل خمینی و خامنه‌ای، نتیجهش اینه که هر آن مملکت ما به وسیله اینا میتونه به کلی نابود بشه یا میتونه نمیدونم زندگی خوب داشته باشه. حالا بگذاریم پرویز جان، من خیلی سپاسگزارم تو این بحث رو باز کردی و من امیدوارم این بحث رو ادامه بدی. من جزء خودت میدونی، امیر شهرتی میدونه، من جزء اولین کسانی بودم که معتقد، اولین جزءشون که معتقد بودم در شرایط فعلی همه نیرومون رو باید بذاریم برای مبارزه با جمهوری اسلامی و به همین دلیل روزی که گفتن نه به حکومت جمهوری اسلامی، من جزء اولین کسانی بودم که اومدم و پیشنهاد رو قبول کردم و اسمم هم گذاشتم و الانم با افتخار این اسمم میذارم، نه به جمهوری اسلامی. مرسی امیر. برای اینکه من معتقدم ما باید به گرد این شعار جمع بشیم، تجهیز بکنیم خودمونو، آماده بکنیم خودمون در یک راه و اینی که سیاست‌های این کی بود اون چی بود نمیدونم الان چی کار کنیم در آینده چی کار کنیم، بذاریم اول خانه‌ای که داره خراب میشه اینو تحویل بگیریم، بعد شروع کنیم سر ساختنش با هم دیگه صحبت کردن. متأسفانه پرویز جان من وقت ندارم به تو وقت بدم با صحبت کنی، دفعه آینده با امید آن روز ده روز آینده دوباره پرویز جان میایم با هم دیگه جلوی دوربین صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم پرویز قاضی سعید عزیز که در برنامه من شرکت کرد. تشکر میکنم از شما و آقای شهرتی. خواهش میکنم. همینان گرامی، سپاس از امیر شهرتی، از پرویز قاضی سعید، از شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.